بسم الله الرحمن الرحیم. متعلمین عزیز سلام علیکم، وقتتان بخیر. انشاءالله که حالتان خوب باشه، صحتمند باشین، سلامت باشین و خسته هم نباشین. شما را خوش آمدید میگم به درس 36 از کتابتان که ادامه درس های قبلی هست. ما فعلا در جلسه دوم فصل 4 قرار داریم و عنوان درس خود را با ای آغاز میکنیم: جنگ جهانی دوم. در رابطه با بحران سالهای قبل از جنگ، عوامل جنگ و پیامدهایش هم در این درس آشنا میشیم. جنگ جهانی اول را مورد مطالعه قرار دادیم. اینکه چگونه آغاز شد، چه عواملی سبب شد تا جنگ آغاز شود، کدام کشورها در جنگ شرکت داشتند، چه پیامدهایی داشت جنگ جهانی اول، و اکنون هم رسیدیم به درس 36 با عنوان جنگ جهانی دوم که در صفحه 153 کتابتان قرار داره. خب، بسیاری از تاریخ دانان معتقد هستند که نیروهای متفقین در مجازات آلمان کمی زیاده روی کردند و معاهده سختگیرانه ورسای به جای تقویت صلح، بذر جنگ جهانی دوم را کاشت. این معاهده آلمان را مقصر اصلی جنگ جهانی اول شناخت و این موضوع موجب تحقیر مردم آلمان شد. بر علاوه این معاهده پرداخت خسارات جنگ را بر عهده آلمان گذاشت و این کشور را وادار به تحمل و پرداخت خسارات مالی جنگ جهانی اول کرد. ما خواندیم که جنگ جهانی اول پرهزینه ترین و پرمصرف ترین جنگ جهان بود و وقتی که آلمان متحمل ای که خساره پرداخت کنه و این مورد را آلمان باید تحمل ملکانه، بدون شک که امکان پذیر نبوده. یک کشور هر چقدر کشور بزرگ بوده باشه، باز هم نمیتوند خساره همه و ایرانگری هایی که در جنگ اتفاق افتیده بود را بپردازه. خب، در نهایت که آلمان در سری کوچکی از این خسارت را پرداخت کرد، باز هم این کشور به دلیل درگیر شدن در جنگ جهانی و همچنین پرداخت خساره دچار مشکلات اقتصادی فراوانی شده بود و این بار اقتصادی موجب نارضایتی شدید در این کشور شد. گروه های افراطی از جمله نازی ها از این تحقیر و نارضایتی سوء استفاده کرد و در دهه های بعد از جنگ جهانی اول کنترل سیاسی کشور آلمان را به دست گرفتند. که همه قسم شما در کتاب می‌خوانید که بحران و رکود اقتصادی بین سالهای 1929 الی 1933 در آلمان با قوت خاص گسترش یافت و این بحران تا 3 سال دوام کرد. صنایع 40% کاهش یافت. تعداد بیکاران به 4.5 میلیون نفر رسید که خب مزد واقعی 25 تا 40% کاهش پیدا کرده بود. زراعت دستخوش حوادث شده، تعدادی از بانک ها ورشکست گردید. بحران اقتصادی سیاسی جمهوری وایمار را متزلزل ساخت و زمینه را برای ظهور هتلر در صحنه سیاسی فراهم کرد. خب، آدولف هتلر که در سال 1889 میلادی در اتریش به دنیا آمده بود، پس از جنگ جهانی اول حزب نازی ها را تشکیل و در اوایل 1920 رهبری آن را به دست گرفت که ملی گرایی، افراد گرایی، نژاد گرایی و یهود سیتیزی اصول حزب نازی بود. هتلر در جنگ عمومی اول چند بار مجروح شد. یکی از شعار نازی‌ها این بود که امروز آلمان، فردا جهان. هتلر معتقد بود که هر کس بر اروپای مرکزی مسلط شود، می‌تواند بر سراسر قاره اروپا و جهان تسلط داشته باشد. خب، فرمان روایان سلطه طلب اروپا تهدیدی علیه صلح بودند.
در اروپا تنها هیتلر نبود، بلکه در اتحاد شوروی استالین می‌خواست قدرتش را گسترش دهد، موسولینی در اروپا استقرار دوباره امپراتوری روم باستان را در سر می‌پرورانید که این همه در سال 1936 میلادی جامعه ملل به کل بی‌اعتبار شده بود. هیتلر و موسولینی در اکتبر همان سال محور روم برلین را تشکیل داده و آن را پیمان پولادین نام دادند. پس از مدت کوتاه ژاپن و ایتالیا پیمان ضد کمنترن را امضا کردند، پیمانی که هدف آن جلوگیری از گسترش کمونیسم بود. امپراتوری ژاپن در سال 1937 میلادی و در تابستان به شمال چین یورش برد. جامعه ملل بار دیگر نتوانست که صلح را در جهان برقرار کند. هیتلر در 1938 میلادی اتریش را ضمیمه آلمان کرد. سپس خواستار الحاق مناطق دیگر شده بود که و می‌خواست که مناطق بیشتری را به آلمان یکجا کند. هیتلر و موسولینی در ماه دسامبر با نخست وزیر انگلستان و فرانسه در مونیخ هم دیدار کردند. اینکه جنگ چگونه آغاز شد، چگونه باز هم جهان به دو دسته از کشورهای به نام‌های متحدین و متفقین تقسیم شد و باز هم جنگ دیگری در گرفت، اینها را همه می‌خوانیم. خب جنگ جهانی دوم، دومین جنگ فراگیر است که از سپتامبر 1939 آغاز شد و تا 1945 میلادی ادامه داشت. جنگ جهانی دوم علاوه بر اروپا در بخش‌های گسترده از قاره آسیا، آفریقا هم تأثیرات مخرب عمده‌ای بر جا گذاشت و کشورهای زیادی را درگیر خود کرد. علل اصلی جنگ جهانی دوم همون قسم که براتون گفتم اشتباهاتی بود که در عهدنامه ورسای رخ داده بود. همه این موارد باعث شد تا در آلمان نارضایتی‌ها بیشتر شود و طوری که در پایان جنگ جهانی دوم تعداد کشته شدگان نظامی و غیر نظامی تقریبا با هم برابری میکرد. جنگ جهانی دوم بین دو بلوک متحدین که آلمان، ایتالیا و ژاپن بود و متفقین که عبارت از انگلیس، فرانسه و آمریکا و شوروی بود، به لحاظ گسترگی و جغرافیایی و قدرت تخریب خیلی بالا بود. جنگ جهانی دوم گفته میشه که از لحاظ گستردگی جغرافیایی و قدرت تخریب منابع انسانی و طبیعی به همتا بوده است، که خب مهمترین دلیلش هم همین وضع اسفبار مردم آلمان، ظهور آدولف هیتلر بود که همچنین دیدگاه های آدولف هیتلر، سلطه طلبی و یهودی ستیزیش همه باعث شده بود تا بار دیگر جهان در یک جنگ دیگر قرار بگیره. خب بدون شک جنگ از کجا آغاز میشه؟ جنگ از زمان آغاز میشه که ارتش آلمان به لهستان هجوم برد و اردوی لهستان به سرعت در هم شکست. انگلستان و فرانسه در ظرف 24 ساعت به آلمان اعلان جنگ دادند. دیگر جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. پیش از آن که جنگ در اروپا آغاز شود، موسولینی دیکتاتور ایتالیا ایتوپیا را فتح کرد. در شمال آفریقا بر سر تسلط بر مصر و کانال سوئیس جنگ در گرفت. طرف برنده که بر کانال سوئیس مسلط می شد، از این طریق می توانست که کشتی های جنگی را مستقیما به جبهه آسیا بفرسته. کشوری که بر شمال آفریقا مسلط می شد، به مناطق نفتخیز خاورمیانه نیز می توانست که دسترسی حاصل کنند. نیروهای متفقین، همه قسم که براتان گفتم کدام کشورها بودند نیروهای متفقین؟ انگلیس، فرانسه، آمریکا و شوروی. پیشروی نازی‌ها را در دارالعین مصر متوقف کردند و در سال 1942 میلادی به ضد حمله دست زدند و 9000 سرباز آلمانی را هم به اسارت گرفتند. جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد. آلمانی ها کاملا برای جنگ آمادگی داشتند و وسایل جنگیشان هم جدید بود. واحدهای نظامی آنان به خوبی آموزش دیده بود و در دسامبر 1939
تعداد 53 لشکر آلمانی به لهستان حمله کرده و ارتش بزرگ لهستان در ظرف 4 هفته بعد رقم در هم کوبیده شد. در این میان شوروی ها بر اساس توافق محرمانه ای که با آلمان و لهستان داشتند لهستان شرقی را پس گرفتند. فرانسه پس از جنگ اول مرزش با آلمان را تقویت کرده بود و برای جلوگیری از یورش دیگر از جانب شرقی استحکامات به طول 320 کیلومتر ساخته بود. این استحکامات بنابر سیاست مداری که نقشه ای را کشیده بود خط ماژینو نام داشت. آلمان به لهستان حمله کرد، نیروهای فرانسوی در خط ماژینو مستقر شدند و انگلیس ها از بحیره مانش گذشتند. در شمال فرانسه و آلمان ها را محاصره کردند. در جریان جنگ شوروی ها در شرق دولت های لاتیو، استونیا و لیتوانیا را وادار به اتحاد کرد و واحدهای شوروی همچنان اردوی فنلند را شکست داده و مرزهای قدیمی روسیه را باز گرفتند. خب در 9 اپریل سال 1940 نیروهای آلمانی از زمین و هوا به دنمارک و ناروی حمله کردند و دنمارکی ها چون اردو نداشتند فورا تسلیم شدند و نروژی ها هم سعی کردند که بجنگند، اما در ظرف 3 هفته تسلیم آلمان شدند. در 10 1940 نازی ها به بلژیک حمله کردند. اشغال پراگ و همچنین توسط پایتخت لهستان بدون شک برای متفقین تحمل پذیر نبود. اتحاد جماهیر شوروی هم ترجیح داد که بتانه شرکت کنه در این جنگ و نقاط مختلف را به دست بیاره. خب آلمانی ها در جون همی سال هم نیروهای خود را در جبهه غرب متمرکز کرده و به دشت های شمال فرانسه حمله کردند. از خط ماژینو گذشتند و در کمتر از 6 هفته به پاریس فرانسه رسیدند. این گونه بود که فرانسه در 22 جون 1940 در برابر آلمان تسلیم شد و مارشال هانری پتن قهرمان سالخورده جنگ جهانی اول حکومت تازه تشکیل داد و با آلمان قرارداد آتش بس امضا کرد. بر اساس شرایط تسلیمی ارتش فرانسه خل صلاح شد. آلمان شمال فرانسه از جمله پاریس را اشغال کرد و در جنوب کشور هم فرانسه بویشی اونجا را گرفتند. در انگلستان هم رهبری مردم را صدر اعظم جدید به نام وینستون چرچیل بر عهده داشت. انگلیس ها همچنان مصمم بودند تا جنگ را ادامه بدن. خب دامنه جنگ به شبه جزیره بالکان هم کشیده شد. موسولینی در خزان سال 1940 به یونان حمله کرد و در پایان هم سال مجارستان و رومانیا هم به نیروهای محور پیوستند. در اوایل سال بعد بلغارستان هم به جنگ آمد و به یوگوسلاویا حمله کردند و بر یونان هم کاملا مسلط شدند. در آفریقا ارتش ایتالیا در سومالی و مصر با انگلیس ها جنگید و تا پایان بهار سال 1941 میلادی سراسر شمال آفریقا هم به صحنه جنگ کشیده شد. خب نبرد با انگلستان بدارازا کشیده شد. هتلر صبر و شکیبایی خود را نسبت به جبهه غرب از دست داده بود و تمامی توجه خود را به شرق گذاشته بود. اینا باور داشتند که میتونن بر جهان تسلط داشته باشند. در 22 جولای همان سال آلمانی ها عملیات جنگی را علیه روس ها آغاز کردند. واحدهای آلمانی به اتحاد شوروی با جبهه حدود 3200 کیلومتر از دریای بالتیک تا بحیره سیاه یورش بردند. آلمانی ها به شرق لهستان و سرزمین های بالتیک و بعداً به روسیه مرکزی و اوکراین هم حمله کردند. در سپتامبر 1941 میلادی محاصره لنینگراد هم آغاز شد که این محاصره 100 روز به درازا کشید. نازی ها در ماه اکتبر اوکراین را تصرف کرده و وارد کریمه شدند. در نوامبر 1941 میلادی نیروهای آلمانی در خطوط تدارکاتی بی اندازه گسترش یافته بود و نشانه های شروع فرسودگی در ماشین های جنگی بزرگ آلمان هم دیده می شد، چون تصرفات زیادی هم داشتند، سالهای زیادی را هم در جنگ سپری کرده بودند.
همه و همه باعث شد تا نیروهای آلمان ها خطوط تدارکاتیشان فرسوده شود. حمله ژاپن به هند و چین درس 37 در کتاب تاریخ صنف 12 هست. خب در حالی که اردوی هتلر در سراسر اروپا پخش می شد و تصرفات و فتوحاتشان ادامه داشت، ژاپنی ها می خواستند در شرق تصرفاتی را به دست بیارند، بر ناحیه وسیع از شرق مسلط شوند و از زمین و منابعشان استفاده کنند. ژاپن در 1932 بر منچوریا مسلط شد. در 1937 میلادی واحدهای ژاپنی و چینایی نزدیک پکن با همدیگر درگیر شدند که اردوی ژاپن در نتیجه شهر پکن را گرفته و به سوی جنوب حرکت کرد. ژاپنی ها تا سال 1939 میلادی تقریبا 1/4 چین را اشغال کرده بودند، اما چینایی ها هم با آسانی تسلیم نمی شدند. ژاپن در سال 1939 میلادی جزیره هانیا و سپس جزایر کوچک تا سنگاپور را به دست آورد. تهاجمات و تصرفات ژاپن آمریکا را نگران کرده بود. ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 1941 میلادی همه روابط تجارتی خود را با ژاپن قطع کرده و دارایی‌های ژاپن در آمریکا را ضبط می‌کند. در دسامبر همین سال هم ژاپنی‌ها به پایگاه آمریکایی‌ها در جزایر هاوایی و فیلیپین حمله می‌کنند. ژاپنی‌ها تیارات و کشتی‌های جنگی ایالات متحده آمریکا در اقیانوس آرام را هم بمباران کردند. پیلوتان ژاپنی 18 کشتی جنگی و 180 فروند تیاره آمریکایی را منفجر کرده و در حدود 3500 تن را کشتند. ژاپن از حمله های دسامبر 1941 میلادی در اقیانوس آرام امتیاز بسیار بزرگی را به دست آورد و تا اوایل سال 1942 به سوی هدف خود که تسلط بر قسمت های شرق آسیا بود پیش می رفت. ارتش امپراتوری ژاپن در جنگ های برما پیشرفت به دست آورد و جزایر زیادی را هم جز فتوحات خود ساخت. نیروهای ژاپنی حمله را به هند بریتانیایی تدارک می دیدند. در استرالیا، زیلاند و جزیره های هاوایی را هم به دست آوردند و چنین به نظر می رسید که هتلر و موسولینی پیروزی های زیادی را به دست بیارند. در مقابل هم نیروهای محور به رهبری چرچیل صدر اعظم انگلیس، استالین رهبر شوروی و روزولت رئیس جمهور آمریکا بر مقابله با تهاجم با همدیگر متحد شدند. انزواجویی ایالات متحده آمریکا پس از حمله بر کشتی‌هایش در اقیانوس آرام پایان یافت. نیروهای هوایی و دریایی آمریکایی و استرالیایی در سال 1942 میلادی پیشروی ژاپن در اقیانوس آرام متوقف ساختند. ایالات متحده آمریکا یک ماه بعد هم کشتی بزرگتر ژاپنی را که برای حمله به جزایر میدوی به سمت شرق در حرکت بود متوقف کرد. ژاپن و ایالات متحده 3 روز در هوا و زمین و دریا با همدیگر جنگیدند که سرانجام ایالات متحده آمریکا بود که پیروز میدان شد. شکست قوای محور. خب در نوامبر سال 1942 میلادی حملات شدید قوای شوروی آلمانی ها را وادار به عقب نشینی کرده و هتلر به واحدهایش دستور داد که جنگ را ادامه بدن، اما در جون 1943 واحدهای آلمانی شکست خوردند. در تابستان سال 1943 انگلیس ها و امریکایی ها هم سیسیل را تصرف کردند و در آخرین ماهای همین سال متفقین آهسته آهسته به سمت شمال پیشروی به دست می آوردند و همچنان در اقیانوس آرام آمریکا توانست که ژاپنی ها را عقب برانه. روزولت، چرچیل و استالین در نوامبر 1943 در تهران با همدیگر دیدار کردند. آنها درباره نقشه ای صحبت کردند که انجام این عملیات به نام عملیات ارباب معروف شد و آن عبارت از حمله متفقین به فرانسه بود. نبردهای متفقین بر اساس این نقشه باید از بحیره مانش میگذشت و سپس هم در سواحل نورماندی پیاده میشدند.
بیش از 175 هزار سرباز و تجهیزات فراوان در این حمله به کار گرفته شد و در ظرف 100 روز پس از انجام این عملیات حدود 2 میلیون سرباز وارد فرانسه شد و در 25 اگست سال 1944 پاریس آزاد شد. قوای شوروی هم در جون 1944 لیتوانیا، رومانیا و بلغارستان را گرفت و نیروهای انگلیس آلمان‌ها را از خاک یونان بیرون کردند. روزولت، چرچیل و استالین در فوریه 1945 در ایتالیا باز هم با همدیگر دیدار کردند و نقشه کشیدند که آلمان را چگونه تقسیم کنند و چگونه کشورهایی که آزاد شدند به یک حکومت تبدیل شوند تا حکومت خود را خودشان انتخاب کنند. روزولت هم موافقت کرد که اتحاد شوروی به سازمان ملل بپیونده و امتیاز این کشور در اروپای شرقی تضمین شود. در اوایل ماه می 1945 پس از نبرد خونین در جاده‌های شهر برلین، این شهر در برابر روزها سقوط کرد و زندگی هتلر هم در پناهگاه زیرزمینیش به پایان رسید. جنگ با ژاپن اما هنوز جریان داشت. روزولت در اپریل 1945 ناگهان درگذشت و هری تومن که به ریاست جمهوری آمریکا رسید از طرح سری منهاتن آگاه شد. گروهی از دانشمندان و مهندسان زیر پوشش این نام مشغول ساختن نخستین سلاح اتمی بودند. متفقین در 26 جولای به حکومت ژاپن اولتیماتوم داد و از آن کشور خواست که تسلیم شود، اما حکومت ژاپن این اولتیماتوم را نپذیرفت و این گونه بود که در 6 اگست 1945 به مفگن دورپرواز آمریکایی بر فراز هیروشیما در ژاپن بم اتمی انداخت. این بم بیش از 60% شهر را ویران کرد و علاوه بر آن 150 هزار تن را هم کشت. اما باز هم ژاپن تسلیم نشد تا اینکه در 9 اگست 1945 تیاره B-29 بر فراز ناگاساکی بم اتمی دیگری را انداخت که نزدیک به 40,000 نفر در آنجا جان خود را از دست داده و به صورت وحشیانه کشته شدند و حدود 70,000 به شکل بسیار وحشتناک هم سوختند. ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم شد. خبر تسلیمی ژاپن به سراسر جهان رسید. جمعیت‌های عظیم در همه شهرهای بزرگ جهان از به جشن و شادی پرداختند و در هفته‌های بعد هم روس‌ها منچوریا را اشغال کرده، نیروهای ژاپنی در اندونزیا تسلیم انگلستان شدند و نیروهای ایالات متحده آمریکا ژاپن را اشغال و چین را آزاد کردند و به این گونه بود که ویرانگرترین جنگ در تاریخ بشریت بالاخره پس از 6 سال به پایان رسید. نتایج جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم خسارات جانی و مالی فراوانی را به جا گذاشت. در این جنگ در حدود 40 تا 50 میلیون تن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا 300 هزار تن از نیروی مسلحش را از دست داد. مصارف جنگی چیزی بالغ بر 1 تریلیون دلار گردید. 230 میلیارد دلار را کشورهای محور خرج کردند. ایالات متحده آمریکا در حدود 317 تا 341 میلیارد دلار مصرف کرد. شهرهای بزرگ چون وارشاو، لندن، برلین خسارات سنگین دیدند. هیروشیما و ناگاساکی هم تقریبا نابود شدند. مردم سراسر اروپا و آسیا خانه‌ها، مزارع و همچنین شغل‌های خود را از دست دادند و کلیساها و کارخانه‌ها و راه‌های آهن و تأسیسات بندری بر اثر بمبارانها از بین رفته بود. اقتصاد اکثر کشورها از مسیر اصلی خارج و انکشاف هم منحرف گردیده بود. تشکیل سازمان ملل متحد. خب این گونه می‌خوانیم که چگونه سازمان ملل متحد ایجاد شد. البته قبل از اینکه بپردازیم سازمان ملل متحد چگونه ایجاد شد، لازم است تا رهبران اصلی در زمان جنگ جهانی دوم را هم به معرفی بگیریم که جنگ جهانی اول رهبر چون وینستون چرچیل را هم به خود دیده بود که در بیشتر طول جنگ جهانی دوم
دوم نخست وزیر بریتانیا بود و در این مدت سخنرانی های معروف او روحیه مردم را بالا می برد. فرد بعدی جوزف استالین بود که رئیس جمهور دیکتاتور کمونیست و بیرحم روسیه در خلال سالهای 1928 تا 1953 بود و در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم استالین تقریبا همه کارمندان ارشد نظامی روسیه را به همراه میلیون ها نفر از شهروندان روسی به قتل رساند. فرد بعدی هم اف دی روزولت بود، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بین سالهای 1933 تا 1945. او بعد از بمباران بندر پرل هاربل آمریکا به وسیله ژاپنی ها به این کشور اعلان جنگ داد، اما مدت زیادی زنده نماند تا در جشن پیروزی متفقین در سپتامبر که در سپتامبر 1945 بود شرکت کند. او در سال 1945 از دنیا رفت و جایش را هیری اس تورمن گرفت. هیری اس تورمن در سال آخر جنگ جهانی دوم رئیس جمهور آمریکا شد و با تصمیم برای استفاده از بم اتمی بر ضد ژاپن نقش اصلی در یکسره کردن نتیجه جنگ را داشت. فرد بعدی هم شارل دوگل ژنرال فرانسوی بود که در جنگ بر علیه آلمان‌ها رهبری فرانسه را بر عهده داشت و بعد از جنگ جهانی دوم هم رئیس جمهور فرانسه شد. فرد بعدی آدولف هیتلر هست که رهبری آلمان و آلمان قدرتمند را بر عهده داشت. فرد نژادپرست بود که هر کس از نظر وی نژاد خالص نداشت به قتل می‌رسید. تعداد این افراد هم به 11 میلیون نفر می رسید. جنگ جهانی دوم را وی شروع کرد که آلمان در نتیجه شکست خورد و خودش بالاخره در روز آخر جنگ خود را با شلیک گلوله کشت. خب تشکیل سازمان ملل متحد در جریان سال 1945 میلادی نمایندگان کشورهای متفق بر تصمیم گیری درباره موقعیت جهان پس از جنگ دیدار کردند با همدیگر. ای افراد توافق کردند که یک سازمان جهانی تأسیس شود که همه خود را به صلح و همکاری در میان کشورها متحد بدانند و هم متفقین درباره سرنوشت کشورهایی که نیروهای محور تشکیل داده بود تصمیم گیری کنند. متفقین سازمان ملل متحد را تشکیل دادند. یعنی کسانی که سازمان ملل را ایجاد کردند کیها بودند؟ متفقین. متفقین هم شامل انگلستان، آمریکا، روسیه و فرانسه می شد. خب متفقین سازمان ملل متحد را تشکیل دادند. نمایندگان 50 کشور متفق از اپریل تا جون 1945 در سان فرانسیسکو با همدیگر دیدار کردند و بر سر منشوری برای سازمان ملل متحد به توافق رسیدند که دارای 19 فصل و 111 ماده بود و به اساس همی توافق 50 کشور به ملل متحد پیوستند. سازمان ملل متحد دارای شورای بزرگی می باشد. شورای عمومی از نمایندگان همه کشورهای عضو تشکیل می شه. البته قدرت واقعی در دست شورای امنیت است. ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این کشور چوکی دائمی دارند. 6 کشور دیگر هم به شکل دورانی انتخاب می شوند. رأی شورای امنیت بر اساس رأی اکثریت است. در صورت تصویب قطعنامه رأی 5 کشور عضو دائمی باید جزء آرای اکثریت باشد. به این ترتیب هر یکی از 5 کشور بزرگ حق ویتو کردن هر یکی از تصمیمات شورا را دارد. شورای اقتصادی و اجتماعی، محکمه بین المللی و سرمنشی ساختار اصلی سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند. متفقین از سازمان ملل متحد برای اداره فوری و ضرورت وضعیت جنگ، انکشاف و توسعه در آینده سازمان‌های متعددی را ایجاد کردند که هر کدام فعالیت‌های مختلف در کشورهای مختلف دارد. پیدایش سازمان ملل متحد را می توان مدیون اقداماتی دانست که هر یک به نحوی در شکل گیری این سازمان مؤثر بودند. از جمله این اقدامات رعایت ترتیب زمانی می توان به صدور اعلامیه بین متحدین، منشور اتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس های مسکو و تهران و همچنین کنفرانس سان فرانسیسکو اشاره کرد.
تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شما میدانین که ژاپن گذشته خیلی طولانی و تاریخ فوق‌العاده با نشاط دارد. تاریخی که سابقه خیلی طولانی دارد و در سال 660 قبل از میلاد نخستین امپراتور ژاپن بر تخت می‌نشیند. دوران معاصر ژاپن با به تخت نشستن امپراتور موتوسیهیتو در 1868 میلادی آغاز می‌شود. دوره امپراتوری او تا سال 1912 ادامه داشت و در بخش‌های اداری و نظامی اصلاحات زیادی صورت گرفت که سبب شد ژاپن به قدرت جهانی تبدیل شود. در جنگ های متعدد چین و ژاپن، روس و ژاپن، ژاپن، چین و روس را شکست داد و در عین زمان توانست بالای کوریا، تایوان و جزایر سوخالین هم تسلط پیدا کند. کشور ژاپن متشکل از تعدادی از جزایر خرد و بزرگ است که در انتهای شرق دور موقعیت دارد و با وجود داشتن سرزمین کوچک نفوسش به 140 میلیون نفر میرسد. بعد از جنگ جهانی اول و شکست آلمان و ژاپن بر صنعتی شدن، یک سلسله اصلاحات در این کشور روی داد که ژاپن ها بر صنعتی شدن و تبدیل شدن به یک ابرقدرت تلاش‌های زیادی کردند و با فرا گرفتن دانش‌های فنی از آلمان و کشورهای اروپایی بار دیگر توانستند بر منطقه از لحاظ اقتصادی و نظامی تسلط پیدا کنند. به اثر همکاری‌های تکنولوژی قبل از جنگ عمومی دوم با آلمان نزدیک شد و در شروع جنگ دوم با آلمان و ایتالیا کشورهای محور را تشکیل می‌دادند. در جنگ جهانی دوم ژاپن بحر آرام را در تصرف خود داشت و در اخیر جنگ هم پس از بمباردمان اتمی دو شهر هیروشیما و ناگازاکی بدون قید و شرط تسلیم آمریکا شد. پس از جنگ هم ژاپن توانست که با استفاده از مدیران قوی و مفکوره‌های جدید برای ترمیم ساختارهای صنعتی و اقتصادی خود شروع به کار کند. ژاپنی‌ها با اعزام کارشناسان و تکنسین‌های خود به آمریکا توانستند که علم و اهل فن را یاد گرفته و انتقالش را بدن به کشور خود. همچنین برنامه‌ریزی درست و خصوصی‌سازی زمینه رشد و نوآوری و توسعه را در این کشور به وجود آورد. همچنین یادگیری از طرح‌های آمریکایی سبب شد تا این کشور روز به روز انکشاف و پیشرفت کنه و تا کنون این سیاست ادامه داره. یکی از مواردی که هویدا است این است که یکی از ارگان‌های انکشاف کشورها توسعه و انکشاف فرهنگی می باشه. هرگاه یک کشور از لحاظ فرهنگی در ارتقا پیدا کنه می تواند در سایر بخش‌ها هم ارتقا کنه. ژاپن پس از 100 سال توانست به یکی از کشورهای بزرگ صنعتی جهان تبدیل شود. اگر شروع روند صنعتی شدن را انقلاب صنعتی انگلستان قرار بدیم، متبقی کشورهای پیشرفته غربی پس از 200 سال به این مرحله رسیدند، در حالی که ژاپن پس از 100 سال رسید. صنعتی شدن تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد در ژاپن. ابتدا صنایع ساده، سپس صنایع پیچیده، صنایع سبک و بعد صنایع سنگین، تکنولوژی‌های متوسط و بعد تکنولوژی‌های عالی و پیشرفته در قسمت صنعتی شدن به کار گرفته شد. کشور ژاپن با تولیداتی به ارزش 4.5 تریلیون دلار در سال 2005 بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا پس از آمریکا بود و گرچه ژاپن دارای منابع طبیعی محدود هست، ولی با همکاری دولت در بخش‌های سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته و صنعت از جمله کشورهای عمده شناخته میشه. محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، موتور، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات، صنایع کیمیاوی، فلزات و غیره میباشد. ژاپن دارای چندین شرکت موتورسازی بین‌المللی با مارک‌های معتبر چون تویتا، هوندا، نیسان، داتسن و میتسوبیشی می باشد. و
بله متعلمین عزیز، 40مین درس کتاب را در جلسه بعدی با همدیگر پی میگیریم. اکنون برخی سوالات کنکوری را با همدیگر مرور میکنیم. جنگ جهانی دوم چند سال طول کشید؟ 6 سال. از 1939 آغاز تا 1945 ادامه یافت. امپراتوری عثمانی در کدام سال تسلیم شد؟ در اکتبر 1918 میلادی. جنگ جهانی دوم در کدام سال آغاز شده بود؟ 1935. و در شورای امنیت سازمان ملل چند کشور حق ویتو دارد؟ 5 کشور جهان حق دارند که تصامیم همدیگر را ویتو کنند. تا جلسه بعدی خداوند نگهدارتان باشد.